با سلام خدمت کاربران و محترم سایت اما بدینی، محمد عابدینی هم تو این بخش میخوام راجع به NIS سرور یه بخش کوچیکی رو بهتون توضیح بدم و مقاله حالا توی سایت گذاشتم، یه قسمتی هم راه اندازیشو بهتون نشون بدم. همون جوری که توی مقاله نوشتم براتون، NIS سرور به صورت بیلتین و بای دیفالت روی FreeBSD نصبه و شما نیازی نیست اپلیکیشن نصب کنید. یه شاخه‌ای داره به اسم اسرش ور YP مخفف یلو پیج که فایلاش رو اونجا قرار میده. ما حالا اون شاخه‌ای رو که اون NIS دومینی رو که میخوایم درست بکنیم واسه کاری که بعد انجام بدیم، میایم داخل این زیر شاخه شاخهش رو ایجاد میکنیم تو قسمت سرور، بعد میریم زیر شاخه /etcrc.conf توی این فایل میایم مثل تغییرات میدیم. اولین کاری که باید بکنیم NIS دومینمون رو میایم مشخص میکنیم، قسمت سرور رو مشخص میکنیم که حالا قسمت سروریش که چه کانفیگی هستش. همونجور که حالا تو مقاله دید توی فایل rc.conf ما این قسمت NIS سرور enable رو مساوی با yes قرار میدیم و وقتی این کار رو قرار دادیم و انجامش دادیم و تغییرات رو انجام دادیم، دو تا سرویس رو باید ما راه اندازی کنیم. اولیش NIS دومینه که NIS دومین رو استارتش میکنیم. همونجور که میبینید دومینمون شد mynet و یکی دیگه هم هستش به اسم /etcrc.d yellow page server، این رو هم استارت میکنیم. وقتی اینا استارت شد میریم زیر شاخه حالا yellow pageمون هستیم. یه کامندی داره به اسم yellow page init. عرضم به حضورتون که این کامند باعث میشه که شما بیاید حالت مستر یا اسلیو سرورتون رو ایجاد کنید و اون دیتابیسش رو ایجاد بکنید. میگیم خب حالا ما میخوایم بیایم mynet رو داشته باشیم به حالت مستری، پیغاماش رو میزنیم اینجا. اگه خواستید حالا مستر دیگه هاست دیگه باشه انتخاب میکنید، اگه نه کنترل دی و شروع میکنید yes و حالا دیتابیس ایجاد میشه. همونجور که میبینید مستر پس WD رو من توش کپی نکردم. میایید قبل از اینکه این کارو بخواید بکنید، میایم /etc/master/passwd رو زیر /var ارزم به حضورتون yellow page کپی میکنید. توی این فایل میاد حالا اون کاربرایی که دوست دارید رو، اونایی که میخواید اجازه لاگین داشته باشن یا لاگین نداشته باشن رو کلن میاید اون قسمتایی که حالا نیاز هست رو دیلیت میکنید و اون کاربرایی که دوست دارید از این NIS استفاده بکنن، مثل حالا PC PC1 PC2 و غیره رو میذارید زیر توی این فایلتون و این فایل رو سیوش میکنید. فقط یه نکتهی وجود داره، برای باز کردنش باید از این حالت از این ویرایشگر VIPW استفاده بکنید که عرضم به حضورتون که البته تو قسمت کلاینتی ما این فایل درست کردیم تو قسمت سرور. حالا وارد بخش کلاینتی سیستممون میشیم. توی فایل rc.confش باید یه تغییراتی رو ما اینجا اعمال بکنیم. اولین کاری که باید بکنیم خب دومین نیممون رو باید بذاریم، سرورمون رو فعال کنیم، فلگمون هم بهش بدیم. من قبلا حالا قسمت سرور و کلاینت تو فایل هاست درست کردم و میتونم حالا از طریق اسمم به سرورمون وصل بشم. میام توی این قسمت NIS دومین رو استارتش میکنم در مرحله اول و حالا یه تیکه هستش، من این رو دوستم تو تیماکس بهتون نشون بدم. همیشه سعی بکنید که فایل لاگتون رو نگاه بکنید. NIS سرور عرضم به حضورتون که توی فایل /var log messages پیغاماش رو میریزه، اگر اروری داشته باشه اون بالا خوبه که اینا رو ببینید. خب قبل از اینکه من بخوام این رو کانفیگ بکنم، توی مستر پس WD سیستم کلاینت هم باید بیام یه حرکتی رو انجام بدم، باید بیام این چند تا نقطه رو اضافه بکنم. این خط میگه که اگر خواستی کاربری که توی این لیستت نبود رو برو نگاه کن و از NIS دومینت بپرس. من این رو ادیتش میکنم، برای آپدیت کردنش VIPWD رو میزنم و دقیقا یک حالت چیز داره، VI داره و عرضم به حضورتون که میگه تغییراتی نداشته و آپدیتش میکنم. حالا بذارید من ببینم. بله خب این هم انجام میشه توی این بخش، آپدیت شد پسوردمون و حالا کاری که باید بکنیم اینه که بیایم rc.d مون yp init d رو ببخشید bind d رو بیاییم فعالش کنیم. خب بعد از اینکه اینو استارت کردیم همجور که میدیدون بالا هیچ اروری هم نداد، من میتونم با یوزره که این ور روی NIS
بعد یه میک بزنم، میک آلش کنم تمام فایل ها، چون مسته پس دبلیدیم رو بعدن من کانفیگ کرده بودم. همونجور که میبینید مستر پس دبلیدیم، چون بعدن من اومدم توی شاخه سرور اضافه کردم، بعد میومدم میک میکردم، یلو پیجم رو میک کردم. و اگر اینجا دقت کرده باشید توی مستر پس دبلیدیم من یوزر پی سی 1 پسورد داره و تونست لاگین کنه. پی سی 2 رو میخوام تست بکنم ببینم میتونم با پی سی 2 وصل بشم یا نه. میام پی سی 2 رو میذارم پی سی 2، همونجوری که میبینید اجازه به هم نمیده. چرا؟ چون این یوزر پسورد نداره. میگم پس دبلیو دی کن پی سی 2 رو، و من برای پی سی 2 میام یک پسورد ست میکنم و همونجور که میبینید توی این فایل ست نشده، ولی بعد من سی پی کنم از روی مستر پس دبلیو دی اصلی خودم و اونو بیارم توی این شاخه یلو پیجم بریزم. همونجور که میبینید اینجا پسورد داره، وای پی دبلیو رم آپدیت پسوردش رو بزنم، پسورد دیتابیس هم آپدیت بشه. اینجا میکش کنم، میک آلش بکنم. حالا میام تو قسمت کلاینت هم میگم پی سی دو و وصل میشم. به این طریق شما میتونید اکانتاتون رو به صورت مرکزی مدیریت بکنید توی شبکه‌های تحت FreeBSD. امیدوارم که تا این قسمت از ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یه ویدیو خیلی ساده ای بود از راه اندازی NIS. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.